به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت همه بیننده های خوبی تلویزیون افغان، امیدوار هستم خوب و صحت و سلامت باشین. برنامه نظر شما شروع شد و به گونه مستقیم در خدمت شما قرار گرفته و شما میتونید تماس بگیرید. در این برنامه راه های ارتباطی را از طریق اسکرین تلویزیون میتونید دریافت کنند و در مورد 19 قوس روز جهانی مبارزه با فساد اداری صحبت میکنیم، اینکه وضعیت فساد در ادارات دولتی و غیر دولتی چگونه است و چقدر مبارزه جدی صورت میگیره با این پدیده و دستاوردهای حکومت تا این دم در مبارزه با فساد اداری. میخوایم که از شما بشنویم چالش دیگه دارن میتونن که بگونیم مستقیم وصل شوند در استودیو و نخستین تماس وصل میکنه، میبینیم کدام دوست ما هستند و از کجا تماس گرفتند. سلام و شبتان بخیر، خدا معرفی کنن. سلام بر شما، تماس شما وصل است، بفرمایید اگر صدای مرا دارن صحبت کنن. بله بیننده های عزیز، زمانی که تماس میگیرن موقعیت درست اختیار کنن و همچنان صدای تلویزیون تا پایان کنن تا اینکه صدای شما در استودیو به گونه درست داشته باشه. ما اکنون از طریق رسانه های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و وبسایت هم میتونن که به گونه مستقیم برنامه را در تمام نقاط جهان تماشا کنند و همچنان تا رس ساعت در در خدمت شما به گونه مستقیم قرار داره. ما همچنان سوالات دیگه ای که مطرح میشه، عوامل اصلی فساد در کشور چه هست؟ آنچنانه که فساد پدیده جدید و تازه نیست، سال هاست که در نهادهای دولتی و غیر دولتی وجود داشته، اما از نظر شما این که چقدر نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است پدیده فساد، از شما میشنویم و اگر شاهد کدام اتفاق بودن در کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی، شما میتونید که به گونه مستقیم در برنامه تماس بگیرند و حرفایتون مرتبط به این بیان کنند. همچنان آقای غنی رئیس جمهور کشور همچنان در آغاز کمپاین های انتخاباتی در همون دورانی که انتخابات برگزار میشد شعارهای میداد که ما به گونه جدی با پدیده فساد مبارزه میکنیم، اما آنچنان که شعار میداد و بیان میکرد و وعده میسپرد چون چیزی اتفاق نیفتاد. اما میبینیم که روز به روز و سال به سال پدیده فساد افزایش پیدا میکند و مشکلات از این جهت وجود دارد. شما میتونید که بگویید مستقیم تماس بگیرید و نخستین تماس وصل میکنیم، ببینیم کدام دوست ما هستن. سلام شبتان بخیر، خدا معرفی کنید. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ همکار همیشگی شما از کابل امروزان در تماس هستین. تشکر آقای احمد، بفرمایید مرتبط به موضوع برنامه نظر شما را میخوایم که داشته باشیم. شما حتما مراجعه کردن به کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی، چگونه است وضعیت فساد در ادارات؟ فکر کنین فساد افغانستان بسیار، یک چیز براتون میگن، بر ما بسیار شرمنده هستن، بسیار افسوس میکنیم با ما افغان ها، بخاطر از این افسوس میکنیم. شما ببینین فساد اول در افغانستان شروع شده، در افغانستان هستن سیومین کشور هستیم در دنیا که فساد اداری در وجود دارد. تا امریکا فساد ما شما رسید که دیواله که در امریکا جور شد، درش چند میلیون درش فساد شد، او شد افسوس میکنین. فساد در افغانستان بیخی زیاد است. کسی که میگه در هر اداره از دولتی، اگر وزارت خانه باشه، اگر ریاست خانه باشه، اگر اداره دولتی باشه، اگر شخصی باشه، اگر خصوصی باشه، هرچی باشه، فساد موجود است. فساد تا عوض خود رسیده، حتی کدام جایی را من براتان بگویم که فساد نیست، به هر جای فساد، حتی این همی هم فساد است. فکر کنید شما او روزا من براتان گفتم که زنگ زدم گفتم که ترانسفورمر ما خراب شده بود، حتی از برشنا نفر آمد برقی، امو را باید وظیفه برشنا بود که بر ما جور کنه، جور نکرد، از پیش ما پیسه گرفت، امو پرزه را دولت مجبور بود که بر ما بخره و چی کنه دیار بخصه، امو را نکردن، اون از پیش ما پیسه گرفت، 9000 پیسه گرفت، اون از پرزه را صوب شاورد بر قمار وصل کرد. یعنی از کجا شروع کنیم؟ اما قمه ایگم از خدا بترسن، اگر وزیر است، اگر رئیس است، هر کس که هستن، بلیاد خدا فساد نکنیم. ما شرمنده هستیم. اونا فکر کنین بانک جهانی هم 300 میلیون دلار از سر ما بند کرد، بخاطر ازی بند کرد که فساد وجود دارد. اما کوشش به این هستن که بر ازی حال خود نمیشه که خدای نخواسته دولت در هر جایی در ازی ها کامره بشانه که باش کی فساد میکنه کی نمیکنه، یا در شعبه یا در جایی حتی دادان دروازان بشانه که باش کرد کرام نگیره فساد، از یک دروازه مجرم داخل میشه،
یک ساعت بعدش ببینی از دیگه دروازه ما برای خوی کلن بیخستاده. درست. آقای احمد، آقای احمد، نهادها و کمیسیونهای متعدد به خاطر مبارزه با فساد شکل گرفت و تشکیل شد. چقدر واقعا مبارزه صورت میگیره و چه دستاورد داشتن این نهادهایی که بر نحو شکل گرفت و هزینه های هنگفت هم دریافت میکنند؟ هیچ فسادی داری که جور شده هیچ دستاورد نداره. شما این امیال بر ما یک دستاورد از دیره شما بر ما بگوییم. فسادی داری کدام دستاورد داره نداره. بیسی فسادی داری چی است؟ مثل یک بوتل وری و ششته کدام فسادی داری؟ کدام والی که تخلف کرد؟ کدام والی که پیسه گرفت؟ کدام والی که رشوت خورد و فساد چی کرد؟ او را به سران والی معرفی کرد؟ کدام والی؟ این خب کلش ناق است. به خاطر از این پیسه گرفتن فساد اداری جور کردن، یک اداره ناق جور کردن. این جور معنی کردن اول که جور کردن، اول خب کوشش کنن پیگیری کنن. گفتم تانا که هر فساد اداری دیگه قضیه مثلا چوری قضیه شده در افغانستان، رشوت گرفته شده یا چوکی فروخته شده یا مثلا بسیار قضیه شده، تی کجا فسادی داری؟ که در فسادی داری هم بری اوجا یک پاکت که در دستش داد میگه برو در خیریج کدام گفتنی. بسیار شکر از شما آقای احمد. اما اصول زهین نکنیم به این افغانستان که بیخی شرایط خراب، شرایط جنگ شد، رشوت خوری هست، فسادی داری هست بیخی، یعنی اما بسیاری مردم هستن که خدا کنه این گفت آخر ما در شما مردم میگن این افغانستان بی خیاله از باش نیستن. بخبر از اینید تو ببینید جنگ از یک صورت کش گرفتن، فساد از بگر طرف صورت گرفتن، بیکاری، فقر، چیزا از بگر طرف. خیلی مردم چی کنن بگر؟ بسیار تشکر از شما آقای احمد، فرصت شما هم تمام است. چی خوبتر داشته باشن، دستاورد خوب جور کنن دولت. بسیار تشکر از شما، شبتون بخیر. دیگه وقت تانا نمیگیرم، بسیار جد از برنامه تان، همیشه برنامه خوبتر را شما بر ما چی کردیم. تشکری بسیار از شما میکنم که همیشه با برنامه زیبای تان بسیار کوشش میکنین و بر ما تقدیم میکنین. تشکر از این که بیننده هستند و تماس میگیرم. شبتون بخیر. راه های ارتباطی را از طریق اسکرین تلویزیون میتونید دریافت کنین بیننده های عزیز و به گونه مستقیم می توانند که در برنامه وصل شوند و تا رأس ساعت در خدمت شما قرار داره. با تکرار این برنامه را می توانند که فردا رأس ساعت 9 و 4 عصر بیننده باشند و تماس بعدی. سلام، شبتان بخیر، خودم معرفی کنم. سلام به تمام بینندگان عزیز و بیننده محترم تلویزیون افغان. می خواهیم یک نظری موضوع صحبت کنم. بفرمایید آقای سیدزاده. فساد یک مرض نیست، یک رواج است. وکیل خود تایید کرد به خاطر از اینه که ما واقعا خدمت کنیم. این راست نگم، یکی گپ مذاق است و یکی گپ راست. با خدا وقتی اگر پیدا کنی غیر پنجشک شاکه و یکیش وطن دوست است، یک رنگیت و غیره، اگر دیگه کنیم به خاطر پول، به خاطر چور، اگر تو در کابینه دو نفر سیر پیدا کنیم، هم دو نفر هم نمیشه در کابینه خواهید نیست، فقط به خاطر پول. اگر از کرده شروع تا کابینه اشرفغنی درست تمام شجار هستن، اشجار خون میخورن، خون میشنم این جب بیانی. اگر من دروغ بگم برای قرآن بکربانم، درست، اگر من دروغ بگم برای خدا توته کنم، یک کتاب بخور هستن مردم تحمل کردن میرن که تا چوه هست نمی فهمید. یک چیز میگم براتان، اگر در شکلشان به نام وطن و خدمت به مردم باشه، خدا مرا از دنیا دیوان ببره. اگر اینا یک ذره به فکر وطن و مردم باشن، خدا مرا روی چوه از دنیا ببره. یک چیز میگم، فقط به خاطر پول. نه خدا را میشناسن، نه قرآن را میشناسن، نه مذهب دارن، فقط مذهبشان پول هست و دلار هست. درست آقای سیدزاده. آقای سیدزاده، ما همیشه اگر صدای مرا دارن من میخوایم که سوال مطرح بسازم. شما چی فکر میکنین به عنوان یک شهروند پدیده فساد سالهاست که دامنگیر مردم افغانستان شده است و مردم شکایت دارن از این جهت، اما عوامل اصلی فساد میخوایم که از شما بشنویم که چی است؟ عوامل اصلی است که
که امریکا آمد با سردمدارا گفت گفت امنیتتان هم میگیرم پیسا هم میتونتان دیگه ما اتوانیم که چی میکنیم چی نمیکنیم. درست. این مردم امنیت شما امریکا گرفت تا امروز پول هم برشان داد اینا هم نه عقل داشتن نه منطق تا تانستن چور کردن اینمی عامل شد دیگه بگو. بسیار تشکر از شما، خیلی ممنون که تماس گرفتین. شبتون بخیر. خداحافظ. بیننده های عزیز در خدمت شما هستیم و شما هم میتونید که تماس بگیرین، فشرده خلاصه روی اصل موضوع بپردازند و نظرتون هم میتونید کوتاه بیان کنند و نظر شما برای شما بیننده های عزیز شکل گرفته. شما میتونید که از این فرصت استفاده کنید، نظریات دیدگاه هایتون و همچنان تحلیلتون در موارد مختلف داشته باشین در برنامه و مشکلاتتون به گوشه مسئولین برسونن. تماس بعدی و ببینیم کدام دوست ما هستن. سلام و شبتان بخیر. سلام بر شما آقای وطن دوست، بفرمایید صحبتتان هم میشنویم در مورد فساد داریم. شما منو مردی شد یکی از محفلای آرسی بودم دعوت بودم در یک موتل باور کنم که خبیل فیروزی آمد در بسیار یک قشبش بالا فکر میکرید که از مال رئیس جمهور است یا رئیس جمهور است موترهای ما در بسیار همه چیز کنم خدا از نا در بسیار دینو فساد کنم بسیار زنی قرانتین یا کم فساد کرد خداوند یا را بشه مانه انیار فرامی بر دل خود فساد کرد فسادش از نان خوش که مردم غریب و بیچاره نان پیسه را دویدن پیسه مردم را خوردن اینا کنم فساده داری همین برنامه کمیه تشکیل میکنه فقط همین روز فقط سال یک برنامه که بویا میشونه امروز آدم نمایشی سعی میکنه که در یک رستوران در یک هتل در یک جای با اون رئیس جمهور یا میرون همون یک سخندانی میکنه که امروز لیگه بود در غیر از او آدم نیفهمد فساده داری چی آنه پیش از این کرافتار وادی را معرفی کردن وادی را پیش شما دیدن که این رئیس ساعت آمش و چند لحظه افغانی و اختلاف دیر آمد مقام دوشته وادی را حالتی دی به خدا قسم این کل شخص دادن هم مردم ایران فرس میتن در تو شما در کتاب میدنن یک چیز از یایی هم مثل گود نهادی اکشان و سر کل خودش را گور میکنن هم از دوشت را تیار میکنن هیچ گفت نیست کدام وادی کدام همی شاروال از کسی را در دادگاه کشاندن بندی کردن چی کردن همی کسا بندی میکنن از یک خصومت شخصی در بنام فساد اداری میگرن بندی میکنن همی نوانده شاروال کابل که بود همی کسی 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 همی فیران همی شاروال صاحب که فیران شاروال از بنام عوال بسیار تشکر از شما. این خدمت میکنن هیچ خدمت نمیکنن خیلی ممنون از شما آقای وطن دوست که تماس گرفتین. شبتون بخیر. تشکر از شما. تشکر از تلویزیون زیبای شما. موفق باشه. تشکر از شما. بیننده های عزیز شما میتونن که به گونه مستقیم در برنامه وصل شوند و تا رس ساعت 10 در خدمت شما هستیم و در مورد فساد اداری صحبت میکنیم. اگر شاهد کدام اتفاقی از این جهت هستین میتونن که تماس بگیرن و حرفایتون و مشکلاتتون و چشم دیدهایتون میتونن که اینجا یادآور شوند و تماس بعدی. سلام شبتون بخیر، خودم معرفی کنن. بله سلام علیکم. علیکم السلام، اسم شما و از کیا تماس گرفتن؟ زنده باشی از نهای اول شهر کابل. بسیار تشکر از شما آقای محترم. مطمئنم که مراجعه کردن به نهادهای دولتی یا غیر دولتی، آیا تا هنوز شاهد کدام فساد بودین یا خیر؟ شاید فساد خاصی و از طریق رسانه ها که هر روز خدا یارا می شرمانه اگر فکرت باشه پیشان و از سایر فیلت کردی اونا که سخنرانی میکنن و دسته خدا بالای قرآن میمانن که ما به این ملت خدمت میکنن خود از اینا جز هستن. درست. و خدا بیاب و بیابرو شدن هیچ چیز بر ما نمان دقیق غرفا را چپه کنن کروچه ها را چپه کنن آه دوای ملت یارا گرفتن تمام پول که آمد در میتونم 18 سال 20 سال که کنش هایی تو مایی کنم
اونم چهار نفره که کشتر و برادر رسما شنگیر پشت افغانی هست و کرزه هست و فتح هست و خدوش هست اینا دوز هستن وقت تیرا دوز باشن ما بگم با کی مراجع کنیم که بگیم که این فلانه دوز هم باید بندی شد فلانه دیز باید با پنجه قانون سپرده شد کی هست آلم کسی تیار بندی کنه کی هست آقای محترم همیشه ما شاهد بودیم که برنامه ها و پلان های متعدد برای مبارزه با پدیده فساد در ادارات دولتی و غیر دولتی روی میزها قرار گذاشته شده است در واقع اما چرا جنبه عملی به خود نمیگیره و عملا پیگیری نمیشه پرونده های فساد در نهادها اینمی چرایی که شما میگه ما همی چرایی میگه چرا اینمی مردمی که پیلن در رست قدرت هستن با شمول آقای اشرف غنی اینا اراده ندارن تصمیم ندارن تصمیم به خاطر تا به خاطر آبادی کشور اصلا نموندن فقط و فقط جیبای خلاص رو میتونن بفهمن که چهار روز مای جهت ما را امدکویا کتاپورت کرد پس ما را امدکویا پس ما را کتاپورت میکنه میبرن ما که تا جایی فکر میکنم برادر خان اشرف غنی با امریکایی ها شریف از این فساد اگر با واقع شریف نباشه امریکایی ها همه قلط بوبه که کنن چرا خود امریکایی ها با افتاد فرسان نمی کنن چرا اینمی فساد نفت بین البلدی کسانده شده و خدا قسم است که این افغانستان آنقدر اینا نوبت ساختن آنقدر نوبت ساختن که هیچ اندازه ندارن هدف ما چی هست؟ هدف ما اینمی کشور اسلامی هست و بایده که ما نوشتن لا اله الا الله محمد رسول الله درست اگر ما بنده خدا سن تسلیم میشیم به امر خدا و به امر پیغمبر درست اینا از امر خدا و از امر پیغمبر بر اومدن خداوند متعال یارتگان جلیل میسازه فقط و فقط ما برادر یک مثال برد بگیم ما یک دریور یک کشتیوانی داریم که اصلا به کشتی بلدیت نداره این ملت رو کشتی شانده به از توفان قرار گرفتیم خدا میکنمت ما را چی بکنه این غرب کلی ما دیگه ما همیشه پناه به خدا میبریم رجوع به خدا کردیم که خدا از تو ما را از این مصیبت و از این مردم های فساد پیشه خدا ما را نجات بده تک یک کیلو گهنه و این چند روز پیش گندم که مکه چند وقت پیش درست کس و این از بندی نکرد چار او شاروان در فساد گیر آمد کس بندیش نکرد خدا اشرف غنی فضلید داخل ارگان هم فساد میکنه که تو را داستاز پرسان نکرد خب امی ما اینمی خودت هم برادر عزیز من خودت ما سوال میکنم که امی ما برای کی عرض کنیم قاضی توست شارنگان توست رئیس جمهور توست کابینه توست پارلمان توست پارلمانه که بینمی وزیرهای که فعلا ما شکایت داریم بینمی رای بالاتری رای اینمی ها گرفتن حالا اینمی ما فضای من اگر این بواقت اینا بشنم بواقت اگر مسلمان هستن درست امی ما رفت جز به طرف خدا بله به طرف بکر کی بکنیم که بریم بگیم که با برادر اینمی جا فساد هست اینمی جا قبلت اونمون کنایگر تو چند شد بیچاره مسکیر ما در بدر خواب بسر شد هیچ سرمایه در حکومت نمون کل شاید به من شده بسیار تشکر از شما اینا عیسیت چوبانه دارن این چوبانه را پروردگار عالم در غضب خود گرفتار کنه که دال اولاد شد که ما را پروردگار نجات بده که ما بتانیم که بله یک زندگی خوب داشته باشیم ما از یک پول نمی خواهیم برادر ما از یک نه پول می خواهیم نه کار فقط فقط کام بانه به خاطر وطن به خاطر خواب بسیار تشکر از شما فرصت شما تمام است آقای محترم ممنون از شما که تماس گرفتیم سپاسگزار از شما شبتان بخیر بیننده های عزیز در خدمت شما قرار داریم به گونه مستقیم و شما میتونید که تماس بگیرن نظریاتتان مرتبط به اینکه چقدر حکومت افغانستان واقعا اراده مستحکم و قوی به خاطر مبارزه با فساد دارد از شما میشنویم و شما میتونید که تماس بگیرن راه های ارتباطی را از طریق اسکرین تلویزیون میتونید دریافت کنید و تماس واسه میکنیم سلام شبتان بخیر خدا معرفی کنم سلام علیکم برادر علیکم السلام اسم شما و از کجا تماس گرفتین آقای مسلح کارکردها و فعالیتهای کمیسیونها و نهادهای مبارزه با فساد اداری که تا هنوز تشکیل شده است چقدر شما فکر میکنید که در واقع نتیجه بخش بوده و تاثیرگذار بوده استاد محترم یک خاک زیرادش مردم میزنن این از قطر عبری که دوزی چالان است تا آخرین مامور دوزی چالان است که چند روز پیش یک دیگر دارا و تنفروش ها جاد فروش ها درست در کابل برای شورای مزاره ملی جمع شده بودن
یکی از بزرگواری ما در اون ایران داد که ما از درون که خراب نگیم درون خراب بیم وقتی بزرگوار پرزار میکنن که یک وقت افغانستان هم پراتوری جهاد بود یکی یک میلون مسئله بود ما بزرگترین برس دنیا اصفیر بدنین زده بودیم که اون سای خوناشان بود درست این یک میلون مسئله رو چی کردی؟ تو افتاد با دیاره رو چی کردی؟ تو افغانستانه که با مجهز نجی پر بان تسلیم کرد و افغانستان جهاز با تمام امکاناتش چی کردی؟ چی کردی بیشتر فرقه را؟ چی کردی نزدر قول قول روزی که بی بود بود؟ افتاد با دیاره رو چی کردی؟ یک روز تقومت میکنی زیر تو با دیاره اون روز یک جون افغان میدوی امروز تو کچه دروازای چیزون را و کمونستان ترگردان هستی هنوز و مزدنون خراب نشدی ای ما براتون میگم که در افغانستان نظام وجود نداره او برادر بلیاد خدا نظام وجود نداره اون که ایران رئیس جمهور است پنج سال چار سال پوره بشه میره برادر جایی خود میشینه امروز ما طریق مضبوعات میشینه که حامد کرزای مایی سیز یک میلیون افغانی یکی ملت هست میگیره چرا؟ تشکر از شما آقای محترم این ملت سال مدرم این ملت قدر نداره که این ملت پرسان کنه یک ایدا یک انسان رسک بنا و ایلو مرد کجای خرابت یه اون را مشغلت این که را او سی بیلون یک این ملت بشاره مظلومه سی ملت دوشنی که نان نداره اولاد خود مبروشت تماسشان قطع شد. بیننده هایی که تماس میگیرند موقعیت درستر اختیار کنند و کوتاه بحرفند و مرتبط به موضوع برنامه میتونند که نظراتشان بیان کنند. تماس بعدی. سلام، شبتان بخیر. سلام خدمت جناب شما، تقدیم میکنم. بسیار تشکر از شما. آقای شفیق، شما چه فکر میکنید چقدر حکومت افغانستان واقعا جدی پیگیری میکنند پرونده های فساد اداری را؟ خدمت جناب شما شبت دولتی که از اقل در 5-6 سال شکل گرفت می فهمید که بساس تقسیمات دو تیم صورت گرفت و اینا افراد خود را که نمایندگی از تیم هایشان می کردن و یا تیم های از اینا را به موافق تقریده بودن معرفی کردن و سمت های مختلف دولتی را احساس کردن و دست به فساد گسترده دادن گرچه که یک اداد از اینا شناسایی شد از طرف نهادهای زیرت اما براعات حاصل کردن و ما فکر میکنم که یک اداد از اینا از طرف نهادهای خارجی هم معرفی شده بودن که حتی قدرت افراد بسیار عالی رتبه دولت ما به خاطر بعد از بکشیدن از اونا هم نمیرسه بنان مسئولیت به این قسمت چون نهادهای عدلی و قضایی استقلالیت ندارن شریکه های سیاسی تنظیمی گروهی و تیمی در نظر گرفته میشه از او خاطر اینجا مبارزه درست با نیت سیاسی درست به خاطر مبارزه علیه فساد اداری وجود داشته نمیتواند. تا چه زمان آقای شفیق این فساد و این پدیده به شدت زشت و ناپسند که همواره مردم افغانستان با چالش کشانده است ادامه خواهد داشت و چه وقت این پدیده پایان خواهد یافت در ادارات ما؟ تا زمانی که حکومت هایی که ما شما حداقل در 10 سال گذشته تجربه کردیم شکل بگیره در کشور و همه افراد به اساس سلیقه و به اساس البته شناخت و واسطه و پول مقرر شوند متاسفانه سیاست نهادی نشده جز سیستم شده و به یک فرهنگ تبدیل شده دیر تا الی سالهای متمادی وجود خواهد داشت. نهادهایی که شکل میگیره به خاطر مبارزه با فساد، آقای شفیق چه فکر میکنید چقدر واقعا به خاطر مهار و شکن ساختن پدیده فساد این کمیته ها و این کمیسیون ها و نهادها تشکیل میشه؟ خدمت جناب شما عرض شود که نهادهای مختلفه که دولت هم نمیفهمد که به چه تعداد هستند و چه کار را پیش میبرند اینا نهادهای هستند که دارای صلاحیت اجرایی نیستند فقط وزیر اینا میتونند که فساد را پر بتن و یا پیگیری کنند و او را برسانند تا نهادهای عدلی و قضایی اما قبل ما خدمت شما عرض کردم که نهادهای عدلی و قضایی مستقل نیستند نمیتونند که مستقلانه عمل کنند و فشارهای سیاسی وجود داره بنان هیچ گونه نتیجه نمیده و طرف دیگه همین آزهایی که من خدمت شما عرض کردم ماشای دینا دریافت میکنن یا طرف دولت هست و یا طرف نهادهای خارجی بنابراین خود استقلالیت از اینا هم تحت پرسش قرار میگیره. خیلی ممنون از شما آقای شفیق که تماس گرفتن. شبتان بخیر. از شما هم تشکر. خدا حافظ.
سپاسگزار از شما. راه‌های ارتباطی شما به برنامه 0783-49-49-68 است و تماس حواس می‌کنیم. سلام، شبتان بخیر. سلام علیکم برادر، کام خوب هستید؟ ساعت خوب شد شما بخیر. بسیار تشکر از شما، بفرمایید خودم معرفی کنن و از کجا تماس گرفتید؟ گفتنی شما آقای جاوید در مورد مبارزه با فساد اداری و اینکه این پدیده چقدر در ادارات ما ریشه محکم دارد از شما میشنویم، بفرمایید. برادر قان برتون است برسونن یا خودشان در فساد آغشته هستند یا چطور میتونن که در افغانستان مبارزه با فساد بکنن؟ یک آدمی که خودش فساد بکنه یا میتونه که فساد از بین ببره؟ در خود قدر یا در جمهوری از خود مورک استفاده نشه و شمول آمد کرده این دیگه دکتر عبدالله و اشرف غنی و سخنگوش بالاخره یک دابیس نفری هستن که یا خودشون همدستا یکی دیگه هستن یا استفاده میکنن. آیا یا میتونن که بسفر مبارزه با فساد کنن؟ هرگز نمیدونن. از پارلمان گرفته که رشوت خور است خلاصه تا پیاده یک دفتر رئیس جمهور بگه ایده کی میتونه کی زمانت میگنه که در فساد مبارزه کنه؟ این کل زدار یک عوام فریدی هست، این کل زدار مردم فرید میتن یا نم در فساد میتونن مبارزه کنن؟ این میخواهن که جامعه جهانی را یعنی طول پی سال این مردم گرد داده در جامعه جهانی در چشم جامعه جهانی یا خاک دادین دوپا کردین یا فرید دادین جامعه جهانی را پولای جانی جانی رو بنام ملت افغانستان بنام بیچاره غریب دیوه یکی کمک شده یا زدن از خود قصر آباد کردن از خود در مملکتان خارج سرمایه گذاری کردن کشتی ها خریدن در دبای یا کجا یا هر کدامیشان برادر کن یا میخوان که آینده اولادشان مثل آینده اولاد غریب بیچاره نباشه. هر کدامشان میخوان که بر اولادشان حال خودشان نمیتون پاچاستان میخوان که اولادشان دوارنده سر این ملت بیچاره یتیم بیچاره افغانستان در این غریب میخوان که مت اولادشان باشن. درست آقای جاوید، آنچنان که شما بیان کرده نظرتان، شما گفتین که حکومت آغشته است با فساد، پس حکومتی که خودش آغشته و فساد باشد چه انتظار میتونه مردم افغانستان و مردم یک کشور از این نوع یک حکومت داشته باشند؟ برادر کان هیچ کس انتظار از این نداره. مردم افغانستان کلان مایوس است، در مجموع از الف سایه افغانستان مردم افغانستان کراچیوان باشه، دکاندار باشه، تجار باشه، حتی کسایی که ماموریه که مثلا یک معلمی که در یک مکتب درس میده خلاصه طفل یتیم بیچاره کلان مایوس است از این دولت. به خدا جان گفتم بدرد این ملتی دولت نمیخوره و جز از این هم مذاکره از این کدام نتیجه میده کل از ما شما میکنیم این مذاکره کدام نتیجه خاص برای مردم ملت افغان مرخم گذاری در زخمای مردم نمیکنن. کلش یک جامعه جانی و یک فریبزادن و سوزدر پیسه های ایف مل میشه بین چهار نفر یا احمد بگی محمود بگی و در این میده کم یک تقسیم میشن و بالاخره یک بیس نفر مفکر روان کرده در دوها بیادر رو نموشه ایف مل کدر ایسان کباب و که بگر پولا و غرار ایف مل که چکر برو دگر برو این کلش دوغ هست. بیادر ما از به خدا که از ملت افغانان قلب نو مرد افغانستان برتان ما میگم به خدا بخیزیم بخیزین دولت ترکوب بسازین. شب شکل از شما آقای جاوید، به درد این ملت بخوره، به درد یتیم بیچاره حالات مردم و این زمستان چه حالات مردم خسته او مردم او جوان ها او سیاسونه که اقلا از یه دولت دور هستن بخیزین نوگلر یک رهبری کنین برای مردم که مردم را یک رهبری کنید که مردم بخیزد. تشکر از شما آقای جاوید که تماس گرفتین، شبتان بخیر. تشکر وقت خوش. بیننده های عزیز، راه های ارتباطی را از طریق اسکرین تلویزیون میتونن دریافت کنند و بگونی مستقیم میتونن که وصل شون در استودیو. سلام، شبتان بخیر. سلام برای شما برای تمام همکارای جان از تجام جواب سپاس از تلویزیون بسیار چیتم که با کل مردم غریب و بیچاره واقعیت هم دردی میکنه. بسیار تشکر از اینکه بیننده هستند و تماس گرفتند در برنامه. آقای محترم، از شما این سوال میخوام که داشته باشم، چقدر فکر میکنن که تمام بدبختی ها و
مشکلاتی که فعلا در جامعه ما وجود داره همین پدیده فساد باعث شده که این گونه یک وضعیت در کشور ما شکل بگیره. یعنی فکر واقعیت فساد در کل در چوکیه بالا این جنوان فساد گم نمیشه تا که مردم گم نشوند. اینو زمینات فساد در طریق بگیم که فساد از این مملکت گم کنه. از رئیس جمهور که بودتا تا آخر سیاد پولیس حتی در دوزه بریم که از پولیس کاری باشه که از پولیس پول نده در داخل چرا نمیمونه دیگه کی رو بگیم آقای آقای محترم حالا چرا غریب از بیچاره برای کمک نه برای دیگه نه کل تخمی نفرهای دکار به فقط خورد میگیدن که ما پلیدی و پلیدی و پلیدی تشکر از شما. خیلی ممنون از شما، سپاسگزار از اینکه تماس گرفتین. ممنون شما. بیننده هایی که تماس میگیرند لطفاً موقعیت درست را اختیار کنند و مکان را پیدا کنند که تماسشان و در واقع موبایلشان بهتر آنتن بده تا اینکه صدایشان در استودیو ما به گونه درست داشته باشیم و تماس بعدی را واسه میگیریم. سلام، شبتان بخیر، خدا معرفی کنند. علیکم سلام و رحمت. کابولی از شهر کابل. آقای کابولی، در مورد فساد میخوایم که از شما سوال داشته باشیم. چقدر نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است و چقدر برنامه ها و پلان ها که روی تحریزی میشه عملی میشه و ای که در مجموع حرف شما را در این خصوص میخوایم که داشته باشیم؟ ببینیم نظام آوانه که به اصطلاح این حکومت انتقالی شکل گرفت و ریاست آقای حامد کرزی که سلسلتاً با آقای اشرف غنی منتهی باید وضاحت داد که دو گروه جمع امو به اصطلاح خیش و خیشاوندانش این دو گروه کی هست باید بشنازم که این جنایتکارا کی هست. یکی همی فراشوتیست هایی که شد بعد حمله امریکایی های اشغال امریکایی ها به کابل آمدن بر قدرت تکیه زدن که سلطنتر آقای شفرنی و سپنتا و حامد کرده همی چهره ها و سیستسمر و امثاله هم و گروه دومی گروه مقاومتچی هایی که هم ملک کردن هم غلامی کردن هم نوکری هم بانک ها را رو با حیف و میل کردن. مستند باید حرف بزنیم. ببینیم به گونه مثال آقای مارشال قسیم یک گرفت 149 میلیون دلار از کابل بانک بانک به سقوط مواجه کرد، بیچاره دیگر را گرفتار کردن. از دیکای دین ما و قانون ما باید جایدادهای از این جنایتکارا مصادره شفت به بیت المال یعنی محول شوه یک تفصیل و چرای وارداتی را ببینیم که درست. آقای کابولی آقای کابولی اگر صدای مرا دارن مستند افاده معنا صورت بگیرد. درست آقای کابولی، سلیمان سرگند گرفته تا همایون قیومی یعنی دونین لک دلاری در کجا در قانون کجا جای قانون افغانستان است که وزیر از خارج وارد تابیته و برش بسار یعنی یک تنخواهی که پیش از هم یعنی دونیم لک دلار برش پرداخته میشه. آدم قیاس شما ببینید بانوی اول بیش از 288 میلیون دلار متهم است، پاسخگو کسی نیست، پولای دولت است. و اخیرا شما دیدن که 190 افغانی را اینا حیف و میل کردن تنها از بودجه دولت به نام کد 91 که دهی هم عبدالله شریک است هم دوستم هم عطا محمد نور است. بسیار تشکر. این مشکل چی است؟ تشکر از شما آقای کابولی. قانون مجازات یعنی تطبیق نشه و هر خائن جنایتکار ببینید ما یک قانون داریم اگر خدا نخواست یک فرد جرم از پیشش سر میزنه ولو جنایی هم بوده باشه کسی دیگه ای که از او حمایت کرده باشه
اونا میگن شریک جرمی و بیچاره را میبرن. لیکن اینا اگر گروه مقاومتی های دزد است وطن فروش جمع همین چیزهای وارداتی از غرب و جمع بقایای خلق و پرچم، اینا هر جنایتی که میکنن یعنی روز به روز اینا جسورتر میشن، یعنی جرأتمندانه یعنی پول ها را بتومیل میکنن در فساد مالی و تا فساد اخلاقی. شما دیدن کرام الدین کرام را کی کسی به محکمه حاضرش کرد و مسائل قومی را سر میکنه؟ بسیار تشکر از شما. این را کسی بازداشت کرد. خیلی ممنون از شما آقای کابولی. به ضمانت سرور دانش. و اخیراً که از میدیا شنیدم معاونین رئیس جمهور به شمول معاون اورنگ قداد از قانون میزنن، 5 میلیون افغانی ماهوار اینا میوردارن. چرا پاسخگو نیستن؟ والی ها یعنی بدون معاششان، آقای سعیدی را وضاحت دادن در طول نیست، ماهانه 20 لک افغانی میدن، در حالی که در پالیش ببینن نه به متقاعدین پرداخته میشه. باش آخری خلاصه جمله ما این که ببینن تا وقتی که به محاکمه کشانیده نشد، حتی مبارزه با ریاست فساد با برزد مبارزه و فساد یک ارگانی که جور او هم دوچار به اصطلاح فساد شد، کال رفت از بین رفت. و اخیراً شما دیدن که بسیار شرم‌آور است که اینا 70 میلیون افغانی را صرف یک مسئله ارزیابی کرده که آیا نیازمندان و فقرا در وطن موجود است. یعنی بسیار شرم‌آور است که به هیچ که خورد و برد صدا گروه بنان تا که اینا هیچ چهرهای خائن چه مقاومتچی هاست چه گروه وارداتی از هر بنا صحنه باید کنار زد بشن و خوش اینا نمیبرن. اینا تشکر از شما آقای کابولی، فرصت شما تمام است، ممنون که تماس گرفتن. منافع شخصی بیننده های عزیز، زمانی که تماس میگیرین لطفاً موقعیت درست‌تر را اختیار کن، اما مهمتر از این خواهش میکنم که وقت مد نظر بگیرین، خیلی خلاصه خیلی فشرده روی اصل موضوع بپردازین، آنچه در گذشته اتفاقاتی که افتادن آقای کابولی همیشه یاد میکنن، اما بهتر است که در حال حاضر صحبت کنیم که چه علت است که ما موفق نمیشیم که پدیده فساد از ادارات دولتی ادارات غیر دولتی ریشه‌کن بسازیم و از بین ببریم و نتیجه مطلوبی را از این جهت داشته باشیم. تماس بعدی را واسه میکنیم ببینیم کدام دوست ما هستن. سلام، شبتان بخیر، خدا معرفی کنیم. سلام علیکم برادر عزیز، شب شما بخیر. فرید هستم، ماه 15 با تماس گرفتم. بسیار تشکر از شما. خیلی ممنون از شما که تماس گرفتین، سپاسگزار از شما. بفرمایید در مورد فساد اداری امشب خواستیم که نظریات شما بیننده ها را داشته باشیم و حرف شما را میخوایم که اکنون بیان کنند و بشنویم. تشکر از شما برادر عزیزی. فساد اداری که شما میگین، فساد اداری از وقتی که مثلا همین دولت آجافانی سر کار شد، ای مگه فساد اداری از بین میره، فساد اداری از بین میره، تا که دیگام فساد اداری دیگام روز پیدا کرده. اگه مثلا از کرا گرفتن میری یا مثلا جایی که میری تا که وقت پیدا وقتی که مثلا یکی را نشنسی کار تجدا نمیشه، فقط تموم غریبا کنش پایمال هستن. او کسی که پیسه دار است در هر جایی که میرن اونا کارشان جور میشه و کارشان حل میشه، مگم غریب جماعت کلش همه تو زیر پایز پایمان است. درست است. شما یاد کردین که در حکومت شما یاد کردین که در حکومت آقای غنی فساد گسترش یافته است و بیشتر شده و افزایش پیدا کرده است. چه علت است آقای محترم که چون این چیزی شده؟ علت اسی است که اگر فساد همه خانبار دارن و باعثی فساد از بیخ ریشه کم نشود. دوربین های مخفی های مثلا بسیار کارمند است که مثلا در این رشته کار میکنن، وقتی که می بامن یک نفر مثلا فساد داری میکنه یا رشبت میخوره، مثل زمان طالبا گرفتار شود، سر ثبوت شود، یا دستش قد شود یا پشت قد شود که دوبار اون کسی اون کار نکنن. اگر این را قبول بامن در فکر کسی نباشه که مثلا آیت هم میره و آیت هم یک هزار دو هزار بتن بیکار خود ادامه بتن، این فساد همه تو میمونه و هیچ وقت هم چیز گمشدنی نیست. تشکر از شما. خیلی کمک هایی که در این وقت ها که نه هست برای مردم، برای خوار خرید نه هست، تمام هنچه مردم هم میگرن کل شاید فمایل میکنن. اگر وکیل هم میتن وکیل چار تا خیش قوم خود هم میگرن. اگر مثلا خلاصه اینه مثل در کل چیز فسک فساد هست، اگر یا فساد همه خانه از بین ببرن تنوهای شکل اینی
باید نفر جزگیر شود، باید جزگیری مثل کمال به تلویزیون شما کار میکنه، نمه تو باید نشان داده شود که دیگه کسی جراب نکنه کارا بکنه. تنوای حال سینمیست هست. بسیار تشکر از شما آقای محترم که تماس گرفتن و نظرتون رو بیان کردن. شبتان بخیر. تشکر از شما. خدا کنه که همیشه خوش باشه. شبتان بخیر. سپاس دارم از شما. برنامه نظر شما هست و از شنبه تا پنجشنبه راست ساعت 9 شب به گونه مستقیم نشر میشه و تکرار این برنامه میتونن که فردا راست ساعت 9 و 4 عصر بیننده باشن. تماس بعدی و ببینیم کدام دوست ما هستن. سلام، شبتان بخیر. خدا معرفی کنن. سلام، شب شما بخیر. بسیار تشکر از این که تماس گرفتید. خیلی ممنون. آقای احمدزی، حکومت فعلی چقدر موفق بوده در مبارزه با فساد اداری و چه دستاورد را تا اکنون کسب کرده؟ حکومت فعلی با فساد تید موفق نبوده، ناکام از دستاورد که فساد بیشتر شده در دولت دولتی، غیر دولتی فساد جاتر است. اول گوش کنید، اول این کارشار کامل که فساد است از آزیان نفیسته تا یا تجام برید. همی شهر کامل که پایتخت ما شما را مندی ها چی هست؟ از کراچی ها چی هست؟ از هر کراچی رو زیر کنید در درمانی گرفتن رو زن میشه دوگه از کراچ زن بگنه کماندان دوله میخوره آمرا آزا میخوره مانزاری میخوره آمرا جنهی میخوره این فساد نیست چی هست؟ بعد از که نگرید کنیش خورده میرن فساد هست اول در حال استانگاه بطرها میری از این مایبی نیکره همه جل کنن روز کنید سرسه از مکروانا بیرید در افغانی میگره فساد نیست این مدارات چقدر کار کنن فساد کنن به خود چرا میشه تا کلانات به اون کلانا خیلی من از جهانی میگنن خون ملت ها میخورن اینیا خون غری ها میخورن فساد در افغانستان کم نمیشه حکومت بشر فساد ناکام هست اگر حکومت بخواه فساد کریشه همی گروهی که تحجیل کرده همی برای زیر فساد همی خودش هم که فساد که میدونن خودش هم از وقت خود همی رو پاک یده همی جامعه زمان کمان مار درست است آقای محترم. درست. اول از زمان آقای کلی بود کلی بردان خود کنون که کن کلی بردان خود کنون که کن کلی بردان خود کنون که کن اما حکومت جور دار نیست آقای احمد کابلی بگه که خلقی و پرچمی در زمان خلقی و پرچمی رشوان بود احمد احمد معلوم بود کتبانش معلوم بود خوراکش معلوم بود عزت آزویش معلوم بود لحظه دسپلین معلوم بود اون نبود دستار افغانستان که وقتی که حکومت نجیب بود کدام ولایت کدام رسولی سقوط کرده بود نکرده بود درست دستار فساد دیدی هستن دلیل هستن که همه شعرا فروخته میشه همه حکومت دولتی دعا فروخته میشه همین بچه های غریب سینه را سپر میگره شهید میشه زخمی میشه این فساد نیست یا کامازن 14 سال ما جهاد کردیم درست است آقای محترم. آقای محترم درست کرونا نکوزد دسته کشا گشتگی مرلا میکوزد درست است این بزرگ پاده پاده تجارتی قریب از بین برا همی مال داره که در خارج برمینده ها دارن دیگه بلن مرزبه ها دارن دوستان آقای فکیر یاد کرد که آقای فهیم یک قپل نگرفته خود از کنه دیده گیده کدامش نگرفته همی ها کسی نگه نگرفته بودن که غیر پاچه خدا بسته از باشه مجردیره محقق برای هستی شده بود پاچه یزده بود پاچه یزدی بود پاچه یزدان داره بود شهید میگه پاچه ما دهید کی پاچه این؟ پاچه آخر نمیدیم نهیر کلیس جیب خود هست آقای سرمانی باید کمکار هست که بگیره هست
آمریکا. بسیار تشکر از شما. اینه برای چهار تا بادیگارده و دیگه تحضیم مزنن اینه در بام بزرانی پت بزن چهار مسکین زنید بزرانی بزن کنن الان در چهار کابل یازده میدید مسکین در چهار کابل هست اگه یک بزن پوشت که تون اگه یازده از کجا هست هست سیاسر از دگلایی مبره تفلن از دگلایی مبره از تلیم معلوم هست مکتب نمی خوانه مسکینی بیچارگی کسی پلاستیک بزرزه کسی موتر پاک بگنه کسی موترشویی میزنه بسیار تشکر از شما، فرصت شما هم تمام است. ممنون که تماس گرفتید. تشکر از این که تماس گرفتید. آقای محترم شبتان بخیر. برنده هایی که تماس میگیرند لطفاً خیلی فشرده و کوتاه بحرفند و تا اینکه با سایر برنده ها هم فرصت داده شود و نظرات بیشتر در برنامه داشته باشیم. تماس بعدی. سلام، شبتان بخیر. سلام علیکم برادر. علیکم السلام، بفرمایید. ممکن نفاد محترم هم یکر شما پیشترمان بسیار تشکر آقای محترم شما ملت افغانستان ملت مجاهد متبکرین دبر قدرت دنیا را بزانو کده بودن امروز باید از افغانستان دنیا می بودن امروز هر شعور در جهان می زدن مگر نیلمی جهاد فروش ها اینگی اخوانی های مدت جهاد افغانستان را کردن هر ویدو من با ملت افغانستانی هست که اگر می خواهی کدی چون و بحثا و غصب و عزیز گشنگی و فخر و فقید و عزیز جنگ خارمانزود خراب کرین همه تان در جوار امارت اسلامی قرار بگیرین تا به این نظام شرعی حاکم شده تا جرم از این خواهینا بینده هایی که تماس میگیرند لطفاً یک بار تماس بگیرند و زمانی که تماستان وصل شد و نظرتان بار اول بیان کردن دو شریک ساختن دیگه دوباره تماس نگیرند و اجازه بدن که سایر برنده ها هم تماس بگیرند و نظرشان و دیدگاهشان بیان کنند. تماس بعدی. سلام و شبتان بخیر. بله سلام علیکم. سلام آقای شفیق، بفرمایید صحبت شما رو میشنویم. ببینید از زمانی که حکومت دکتر نجیب تسلیم کرد امی افغانستان بیت المال داشت یا نداشت؟ درست. هزاران هزار فابریکه در این مملکت بود یا نه؟ هزاران هزار دیپو بود امی یا نه؟ افتاد تیاره بود یا نبود؟ چقدر کاماز بود، چقدر میلی باکس بود، چقدر اوائید مملکت بود، چقدر هستوکا در دیپوها دفتی در افغانستان بود امیرد من ایسی یک مسلمان برشان تسلیم کرد و کمونت امور ادامه کردن که مسلمان نیستن داستی کلمال افغانستان در دست از یاداد چی شد؟ که کدام کس پیدا شد که جای سلطان کنه که این بیت المال افغانستان چی شد؟ این تخریب و وزارت دفاع افغانستان چی شد؟ این تماما بودجه مملکت چی شد؟ تماما اصل بود یک مملکت در آسیا کس نداشت چی شد؟ این چی بود؟ این چی بودی کرد؟ کی آمد تخت قدرت؟ کی افغانستان تمام برباد کرد؟ بیت المال افغانستان تحت نام اسلام کی خورد؟ کی از بین بود؟ همی آقای اشرف غنی همی آقای کرزای بلکمه کرد 970 میلیون دلار از کابلبان غارت شد چی شد؟ اینا چی کردن؟ چرا دروغ میگن؟ چرا حقیقت نمیگن؟ اینا آمدن به نام اسلام و اسلام در افغانستان هم بیدام اینگی سپاکستان عربستان آمد سری مردم افغانستان هم نیست و نابود کرد بیا ما اسلام در افغانستان اسلام در خطر است کجای اسلام در خطر است منافع خودشان در خطر است نفس اولین جهاد یاد نفس است دختر پیغمبر خدای از سوزن تخطی نمیکرد خیانت نمیکرد اینا بایت المال افغانستان تحت نام جهاد اسلام تبا کردن بردن این طالبه که گوکندوق افغانستان هست که در تلویزیون افغان بان شما قبط هست فکرشان نشان بده که کابل با امید باز در صندوق که در زمان نادرخان ساخته شده و توسط آلمان امید خشت طلا و طلای باختری که در اون بود طالبا میخواست منحزم کنه ببره و نجیب او را به هفت کشور تسلیم کرده و تیلی شه و یا کمونستان دوست بودن یا بودن بیت المال افغانستان دوزی کردن جور چپاول کردن آقای کابلی ما چیم کدو جاسوس کدام کشور هست نه جب از این آن میزرد چون حقیقت نمیدن یا امام خونه در کابل کی جوری کرد آیا اروسا به این کسی جمعت کرده و در افغانستان آیا ای امریکا به خاطر منافع خود اروسا را پیش کرد در افغانستان به نام جهاد مردم را پیش کرد عربستان خطور پاکستان آمد متکد تروریزم به این ملری را خبری کرد بسیار تشکر از شما تروریزم جهانی آیات متحده امریکا چی در جنگ سرد و چی در جنگ گرم ای اولین تروریزم در سطح جهان امریکا تانست بر رقعی برزد اروسا در افغانستان اروسا شورایی ثابت مردم افغانستان نام کرد می رفتن از پاکستان دستور می گرفتن یک قریه را که روزا بمبارد نکردن و می گفتن که دشمن هست و اینا خود از اینا هم بیاییم در حقیقت بگوییم از فهمان رو نمیگم از اینجا همین سیاب چی داشت؟ هم برای قرار که نگم تو جاید بودم سیاب نمیم امروز غرب افغانستان که ازغال کرده؟ این آسان خراش ها هستی؟
آقای اشرف غنی وزیر مالیه بود، تو آقای کارزار محکمه نکرد. $10,000 پشت آمد به من، $10,000 دارم. امروز بیش از $3,000,000,000 دارم. آقای محمود کارزار $8,000,000,000 اختلاف کرد. و دور دستش و کسانی که در کابل بود، بالا شیخان و فلام این آقای هر کسی که بودن در افغانستان، دیره کی آمد باز خواست هست؟ یه همی اشرف غنی گم داد از مبارزه لای فساد نکرد، همی باید فساد خودش با فساد حرف نیست؟ اینا چرا قطعا نگن، چرا دروغ میگن؟ اینا اینجی ساکستان در قتل افغانستان، مردم افغانستان نابودی، غارت ذخایر افغانستان، غارت چور چپاول بیت المال گمرکات افغانستان، عایدات مملکت کمک‌های جانی آمدن افغانستان تحت نام اسلام تباه کردن. تشکر از شما آقای شفیع. در افغانستان مردم بی سواد گیر کرده، غیر شوری گیر کرده، حالا که اسلام به خطر است. کجای به خطر است؟ منافع سابق چی کار میکنی؟ پدر کلان چی به سنگار از کجا کده؟ یا اسمان خراشار از کجا کده؟ یه فابریکه دولتی را زدن تباه کرد، آقای کرزای کلش را فروب جان داده که دولتی افغانستان را فروب کردن، یا چی مکم کردن؟ دروغ میگن بلیاز خدا، اینا کلشان دو رستن از اشرف غنی تا پارینش تا کرزای تا دیگه تا هر کدو پلش کامر داد از خط حکومت دکتر نجیب کل از یاسوز بودن بلا و قرآن آدم کل جمعه بودن آمدن که ما اداره اسلام نکنیم، آمدن و افغانستان خدمت نکنیم. تشکر از شما آقای شفیق، فرصت شما هم تمام است، شبتان بخیر. بیننده های عزیز، فرصت از شما هست و شما میتونید که در برنامه تماس بگیرید، نظریاتتان، حرفا و صحبتاتتان میتونید که با ما شریک بسازند و تماس بعدی را واسه میکنیم. سلام و شبتان بخیر، خودم معرفی کنن. سلام علیکم، وحید هستم از کابل تماس. آقای وحید، وضعیت در افغانستان شکل گرفته که تمام مردم از فقر، بیکاری، ناامنی و فسادی که در ادارات دولتی مشاهده میشه و وجود داره رنج میبرند و با مشکلات روبرو هستند. در این وضعیت مردم افغانستان چی کار کنند؟ به هر قرنی ها کسند خودشون دفتات آغشت هستند یا نمیخواد افغانستان درسته و هر کدام از یک پاسپورت های سیاسی دارند و وابسته به یک کشور هستند یا میخواهند که نمیده زندگی خود تامین بزازن، زندگی خود جور کنند، از این پول پیسی همین ملت بیچاره افغان از یادر تو برند در دیگه مملکت ها برای خود، برای اولاد خود، برای زن خود یک زندگی بسیار مفشن و راحت کننده برایشان درست کنند. یا اگر واقعا افغان باشند، اگر یا واقعا مسلمان باشند، یا امی کابل است که پایتخت ما شما است، امروز در چی یک حالت این مردم زندگی میکنند و یا بوارت های که چقدر آلوده است، از برنامه بیرون نمیریم که دیگه طرف نریم، یا اگر واقعا افغان باشن بخواین امی افغانستان درست بکنن، بلخصوص امی کابل از کرده گرفته که آمد امروز پیشد جور نکرد کابل هست، پیشش اشرف غنی آمد امروز کابل دمی وضعیت هست، اگر دگران کسی دگران بعد از این کابل دمی وضعیت کس هست، امی مردم امی خاک و دود و گرد تنفس میکنه و حالی هم شما دیده بایدیم که مردم بعد از این خودم در چی مرضه در چی آسف برادرم یا کای کار میکنن برادرم. چرا آقای محترم، چرا نمیخواهند که افغانستان آباد شود و ما صاحب یک وضعیت یا زندگی صلح و آرامش و راحت داشته باشیم؟ چرا از دیدگاه شما بیرون یک شهروند چی فکر میکنین؟ چرا نمیخواهند؟ یا برادر قانیا، یا کسان افغان میزن، یا اصلا دلگرم میزن به این مملکت، یا گفتم پاسپورت خارجی دارن، یا حالا تو فکر کن که وزیر ما شما، یک وزیر ما شما کم فامیلا داریم، کم دانشمند داریم، کم سیاسیون داریم، کم آدمایی داریم که فعلا واسطه نداره، پول نداره، امیال موثر است، فعلا در خانه نشین است، کسی را به خاطر که پول نمیده، به خاطر که واسطه رو کسی در قدر بسیار فامیده است، همین کسی در کار نمیگیره، فیرم همون کراچیونی میکنه، فیرم دوکانداری میکنه. اگر یا افغان باشن واقعا به این مردم دل بسوزنن. امروز افغانستان بسیار به انکشاف قدر پول و پیسه که سرازیه شد در افغانستان، امروز افغانستان جایگاه خاص خود در آسیا میانه میداشت، بگم بدبختان عزیز چهار تا خائن وطن فروشی که مثال وابسته به یک کشور هستن، کسی وابسته به ایران هست، کسی وابسته به پاکستان هست، کسی وابسته به امریکا هست، کسی وابسته به انگلیس هست، این بود برادر قنی وزیار
نیسای جمهور که نیبینی کلی ها و وسط یک مملکت هست یا دیگه چی دلگرم و چی دلگرمی داشته باشن در اینجا بین وطن جور بکنن به این خواب به این وطن دلسوزی داشته باشن. بسیار تشکر از شما، خیلی ممنون که تماس گرفتن. شبتان بخیر. شب خود سلام بخیر داشته. سپاس دار از شما. برنامه فکر میکنم که وقتش تمام است و ناگزیر با شما خداحافظی کنم. خیلی ممنون از همه بیننده هایی که تماس گرفتند و بیننده این برنامه بودند. تا فردا شب همه تانه به خداوند یکتا بسپارم. شبتان بخیر. خدا نگهدار.